سلام خدمت دوستان پیج زومبا آیتی. امروز اومدیم با یه ویدیو آموزشی دیگه. خب دوستان، تو این ویدیو قصد دارم برداشت روزانه و بدون کارمز اتریوم برای ماینرهای خانگی آموزش بدم. روش جدیدی اومده که برای ماینرهای کوچک به صرفه است که بتونن هر روز یا حداقل دو روز یک بار بتونن برداشت کنن اتریوم ماین شده شونا. البته روش‌های مختلفی داره که در ادامه با هم می‌بینیم. خب دوستان، قبل از اینکه شروع کنیم حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از کانال حتما یک کامنت برام بذارید. بریم که در ادامه با همین آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، این روشیه که استخر تو ماینرز آورده. همینجوری که توی صفحه اصلی استخر تو ماینرز هستیم، اینجا اخبار جدیدش همین قابلیت رو اضافه کرده به استخر تو ماینرز که ما روش کلیک می‌کنیم، واردش می‌شیم. همینجوری که می‌بینید سرتیتر اینه: How to get payouts for Ethereum mining without fees. یعنی اتریوم های ماین شده ما رو بدون هزینه تراکنش برای ما انتقال میده. من نکته ای داره همینجا بهتون بگم، این تیتر دقیقا مناسب نیست برای این کار، چون من کامل توضیحاتی که خوندم و روشی که انجام دادم، شما با الگوریتم اتریوم با نرم افزارهای اتریوم ماین انجام میدید، ولی به شما پاداش یا کوینی به نام نانو پاداش میده یا میتونید با بیت کوین پاداشتون رو دریافت کنید. پس اتریوم به شما نمیده، یا بیت کوین یا نانو، که در ادامه با هم اینجا میبینیم دقیقا. من بیام پایین تر توی بخش فی، همینجا که میبینید گفته که اگر با بیتکوین برداشت کنید مقداری باید هزینه تراکنش بدید، ولی اگر با نانو، با کوینی به نام نانو برداشت کنید هزینه فی نمیخواد و کاملا رایگانه. و من با نانو رو تست کردم، کاملا جواب داد. حالا بیام پایین تر ببینم دقیقا تو توضیحاتش گفتی یا نه. همینجا که می‌بینید توی فی گفته که اگر با بیت کوین برداشت کنید مقداری باید هزینه پرداخت کنید. اینجا هم گفته اگر شما نمی‌خواید که هزینه تراکنش بدید کلاً، میتونید نانو کوین استفاده کنید. خب دوستان، ما تا اینجا فهمیدیم که با الگوریتم اتریوم ماین می‌کنیم، ولی یا کوین بعد نانو کوین دریافت کنیم یا بیت کوین دریافت کنیم. بیت کوین مقداری هزینه داره. حالا باز بیاین خودتون اینجا کامل بخونید، شاید این تغییر کنه. بیت کوین مقداری هزینه داره، ولی کوین نانو کوین کامل هزینه تراکنش نداره. خب حالا من این کارو انجام دادم. نکنید من برم توی محیط کاربری خودم. من این کارو انجام دادم. اومدم نزدیک یه 7-8 ساعت، بعضی که 10 ساعتی گذاشتم زیر ماین، این مقدار اتریوم ماین کردم. همینجا که ببینید این مقدار اتریوم ماین کردم. بریم توی پیوت. توی پیوت ببینید دقیقا برای من پرداخت کرد. نگاه کنید اینجا، من روش کلیک کنم، این مقدار اتریوم ماین کردم. اینجا نگاه کنید چیزی که به من رسید. روش کارش به این صورتی که نگاه کنید میاد اتریومی که من ماین کردم و تبدیل میکنه به کوین نانو. حالا چون هزینه تراکنش نانو خیلی کمتره، نانو برای من پرداخت میکنه. این مقدار الان باید برای من پرداخت کنه، که همینجا که ببینید من عکسشو دارم توی صرافی کوپوینم، دقیقا همین مقدار برام پرداخت کرد. پس روش کاملا جواب میده. خب دوستان، فعلا تا اینجا داشته باشید. بریم آموزش استفاده از این روش رو بدیم، بعد بیایم خوبی ها و بدی های این روش رو کاملا با هم بررسی کنیم. خب دوستان، اولین چیزی که ما اینجا نیاز داریم، اگر بخواید از کوین نانو استفاده کنید، آدرس ولت نانو میخواید، و اگر هم بخواید از بیت کوین استفاده کنید، آدرس ولت بیت کوین میخواید. آدرس ولت بیت کوین رو که 100% همه دارن. حالا من آدرس نانو رو از سایت خود کوکوین استفاده کردم، از صرافی کوکوین. کوکوین نانو رو ساپورت میکنه، به خاطر همین من نانو رو استفاده کردم. میام توی کوکوین خودم، توی این قسمت میام توی مین اکانتم. اینجا توی بخش مین اکانت روی این گزینه سرچ میستم، مینویسم نانو. نانو رو که بزنم، همینجا که میبینید نانو برام میاد. همینجا که میبینید مقداری پرداختی هم که برام داشته اینجا هست. خب اینجا رو این گزینه دیپازیت کلیک میکنیم، اینجا این تیکو میزنیم و کانتینیو رو میزنیم. خب این الان آدرس ولت ماست. خب من آدرس ولت رو کپی میکنم، همینجا که میبینید پرداختی هم که داشتم اینجا نمایش میده. خب من آدرس ولت رو کپی میکنم، یک جایی میذارمش، یه فایل تکست که داشته باشمش. خب این آدرس ولت ما شد. خب اینجا ما الان یه نرم افزار میخوایم برای ماین، که من از نرم افزار NB ماینر استفاده میکنم، چون 6900 ایکسی دارم، NB ماینر برای من بهتر جواب میده. خب من اینو باز میکنم، اینجا میذارمش. خب
این دقیقاً ان بی ماینر من برای اتریوم گذاشتم که همینجوری که می‌بینید برای فلکس پول من اینو کپی می‌کنم، میارم اینجا پیستش می‌کنم، اسمشو عوض می‌کنم، اسمشو می‌ذارم تو ماینر، دوباره برش می‌گردونم همینجا. همینجوری که می‌بینید تو ماینر اینجا اضافه شد. خب همینجوری که می‌بینید این فایل بت تو ماینر ما هست. من روش ادیت می‌ذارم. همینجوری که می‌بینید دقیقاً این چیزیه که من اتریوم الان دارم باش ماین می‌کنم و استخر فلکس پوله. تنها کاری که اینجا باید انجام بدم اینها همه چی اوکیه تا اینجا، فقط باید بیام آدرس استخرمو بذارم تو ماینر و آدرس ولتم بذارم آدرس ولت نانو. حالا اگر شما میخواید بیت کوین بهتون پاداش بده اینجا باید آدرس بیت کوینتون رو وارد کنید. حالا من آدرس نانومو کپی میکنم اینجا تا هستش، اینو میذارمش اینجا پیست. خب فقط بریم استخرم بیاریم آدرس استخر رو. خب برای آدرس استخرم میام داخل تو ماینر صفحه اصلی، میام پایین توی قسمت اتریوم کلیک میکنیم، کویک استارت رو اینجا میزنیم، کویک استارت رو میزنیم. همینجوری که ببینید آدرس استخر رو اینجا زده، آدرس استخر رو من اینجا آدرس سرورش رو کپی میکنم و پورتش رو میام اینجا، اینو پاک میکنم تا اینجا، آدرس تو ماینر و اینم آدرس ولتم. خب دوباره بررسی میکنیم، دقیقا مشخصات کامل مربوط به اتریومه. فکر میکنید دارید اتریوم ماین میکنید دقیقا با استخر تو ماینر، فقط اینجا آدرس کوین نانو رو میزنیم یا حالا مثلا آدرس کوین بیت کوین، کوینی که دوست دارید بهتون پاداش بده و پرداخت کنه. اینجا فایل سیف. خب من اینو میبندم، کار ما تموم شد. توی ویندوز کار ما تموم شد. فقط من روی این کلیک کنم شروع میکنه به ماین. من اونو ببندمش. یعنی من دارم اتریوم ماین میکنم، اینو میبندمش. خب روی فایل تو ماینر کلیک میکنم، فایل بتش، که اروری چیزی نخوریم. خب همینجوری که ببینید اروری هم نداریم، لوگین شده دقیقاً و کم کم شروع میکنه به ماین. حالا چند دقیقه به زمان میدیم که شروع کنه به ماین. خب دوستان همینجوری که ببینید هش ریت هم بهمون داد، این اولین هش ریت بود. من این روش رو تست کردم کاملا اوکیه، پس مطمئنم ازش. خب من اینو میبندم، بریم سراغ های وایس. خب دوستان ما این روش رو توی ویندوز کامل توضیح دادیم، حالا بریم سراغ های وایس. توی های وایس هم کامل بهتون بگم، توی های وایس ما ولت میخوایم. اولین چیزی که نیاز داریم ولته. ما اینجا ولت رو میسازیم، توی صفحه اصلی روی قسمت ولت کلیک میکنیم. خب این صفحه برامون باز میشه. اینجا روی اد ولت کلیک میکنیم، اینجا کوین و اتریوم انتخاب میکنیم، چون ما میخوایم از الگوریتم اتریوم استفاده کنیم. آدرس ولت نانو رو میزنیم اینجا، اینجا آدرس ولت نانو رو میزنیم. اگر خواستیم بیت کوین بهمون پاداش بده، آدرس بیت کوین رو اینجا میزنیم که من میخوام نانو بهم پاداش بده. اینو میزنم و یه اسم براش میذارم، مثلا نانو تو ماینر، که بدونم کرییت رو میزنم. همینجوری که ببینید دقیقا برای من ساخته شد. خب میرم توی های وایس، بازم صفحه اصلی. الان باید یه فلاش شیت بسازیم، یه فلاش شیت میسازیم. اد فلاش شیت رو میزنیم اینجا. خب اینجا آدرس اتریوم رو میدیم، اینجا همینجوری که ببینید دقیقا نانو رو میشناسه، نانو تو ماینر. اینجا باید استخرمون تو ماینر باشه، تو ماینر رو انتخاب میکنیم. حالا بستگی به سروری که به شما نزدیکه، مثلا سرور اروپا به من نزدیکه، من اینو کلیک میکنم و اپلای میکنم. اینجا دیگه ماینر فرق نمیکنه، هر ماینری که دوست دارید، مثلا من تیم رد ماینر رو انتخاب میکنم. کرییت فلاش شیت رو میزنم، من تا اینو بزنم همینجوری که ببینید فلاش شیت برای من ساخته میشه و میتونم این فلاش شیت رو فعالش کنم و استفاده کنم. خب فقط دوست دارم وارد ریگ خودم بشم. من یه نکته اینجا بهتون بگم برای ویدیو قبلی، همینجوری که ببینید توی ویدیو قبلی من گفتم اگر هلسینکی بذارم شاید بهتر بشه، همینجوری که ببینید بهتر نشد، بازم این قطعی‌ها رو دارم. اینترنت من واقعا داره اذیت میکنه. حالا یا اینترنت منه یا سرور خود هایو، این مشکلی که الان دارم. خب حالا تو همینجا هستم، من یه چیز دیگه بهتون بگم، یا کنید حالا اگر خواستید اون فلاشیتو راه بندازید، میای توی ریگ اصلیتون اینجا توی ورکر روش کلیک میکنید، اینجا دقیقا نانو تو ماینر روش کلیک کنم دیگه تمومه. خب این از این. خب دوستان وقتی این کار رو انجام دادید، نزدیک 20 دقیقه ماین کردید، بیاید داخل سایت اصلی تو ماینر، اینجا
توی همین صفحه اصلی نیا کنید، روی هیچ کوینی انتخاب نکنید. توی صفحه اصلی بیاید اینجا آدرس حالا یا بیت کوین یا نانوی که زدید رو اینجا وارد کنید. من آدرس نانومو وارد میکنم، اینجا میزنم و سرچو میزنم. همینجا که ببینید وارد محیط کاربری میشم. همینجا هم که ببینید اینجا دقیقاً براتون نوشته که اخبار جدیدیه که اومده، که اگر میخواهید که هزینه فی رو ندید میتونید از این روش استفاده کنید. خب دوستان الان بریم بررسی کنیم خوبی ها و بدی های این روش رو. خب اول بریم سراغ خوبی هاش. نکنید ما اینجا میریم توی قسمت پی اوت، همینجا که میبینید دقیقاً پی اوت انجام شده، من این مقدار اتریوم ماین کردم، تبدیلش کرده به نانو و اینجا این مقدار نانو برای من واریز کرده. حالا چیزی که عجیبه نگاه کنید، وقتی که تبدیل کرده نانوی من شده 0.447 ولی اینجا 0.448 برای من پرداخت کرده. حالا نمیدونم این وسط چه اتفاقی افتاده، حتی بیشتر از اون چیزی که بوده برای من پرداخت کرده. حالا شاید تغییرات قیمت اینجا تأثیر داشته. خب این از روش پرداختش که اینجا هست. خب بریم سراغ اکانت ستینگش. خب بریم توی اکانت ستینگ، همینجا که ببینید گفته که روزی این مقدار باید نانو حداقل ماین کنید، یعنی روزی $1.90 که ماین کنید براتون پرداخت میکنه. پرداختش هم به این صورته که 24 ساعت یک بار پرداخت میکنه. با این روش یعنی شما اگر یک کارت گرافیک هم داشته باشید، مثلا کارت گرافیک 580، حداقل دیگه روزی یک بار براتون پرداخت میشه. و اینجا میتونید کم و زیادش کنید، همچنین که میبینید با آی پی میتونید دقیقاً کم و زیادش کنید. پس حداقل پرداختی $1.90 که میشه این مقدار نانو. خب دوستان حالا بریم سراغ بدی های این روش. یکی از بدی های این روش اینه که شما مجبورید فقط از استخر تو ماینرز استفاده کنید و نمیتونید از استخرهای دیگه استفاده کنید. توی ویدیوی قبلی دیدید که من رفتم استخرها رو مقایسه کردم، درآمد استخرها با هم متفاوته و استخر تو ماینر اصلا جز گزینه های من نبود و نیست. حالا شاید در آینده استخرهای دیگه هم بیان این روش رو اضافه کنن و دست ماینر باثر باشه برای انتخاب استخر. و بدی دومش اینه که خود کوین اتریوم رو به شما پاداش نمیده. کوینی مثل نانو به شما پاداش میده و بیت کوین. حالا دوباره باز بیت کوین بهتره. نانو مثلا کوین ناشناخته ایه. مثلا بیت کوین و اتریوم قیمتاشون هر روز بالا پایین میشه. قیمت میتونید نگه دارید، ولی نانو مثلا این اطمینانی که خود بیت کوین و اتریوم دارن رو نداره. این فقط برای ماینرای نانو میگم. حالا بیت کوین رو من خودم بررسی نکردم، یعنی ماین نکردم هنوز ببینم چقدر پاداش میده، به صرفه هست یا نه. و گزینه بعدی اینه که محسوس نیست چقدر ماین کردی. شما نگاه کنید من توی پیوتم بیام اینجا نگاه کنید، مثلا گفته این مقدار ماین کردی، کانورتش کردیم شده این مقدار. حالا معلوم نیست با چه جوریه، چه تایمی این کانورت انجام شده، قیمت که بالا بوده کانورت انجام شده یا مثلا قیمت پایین بوده. اینا دیگه میدونید دسترسی ما نداریم که بفهمیم چه جوریه. شاید تو این زمانی که می‌خواد این کانورت انجام بده، خود مثلا شبکه صرف کنه، اتریوم به پایین‌ترین قیمتش برسه، بعد بیاد کانورت رو انجام بده. یا حالا کارایی که انجام میشه که برای ما محسوس نیست، دقیقاً نمیدونیم داره چه اتفاقی پشت پرده میفته. چون نگاه کنید الان همینجا من بهتون میگم من 447 تا اینجا ماین کردم، کانورت شده 447 تا، ولی اینجا 448 مثلا به من داده. حالا شاید این دقیقاً به خاطر اختلاف قیمت‌ها باشه. البته هنوز نمیشه تصمیم گرفت در مورد این چیزا، چون روش جدیدیه، یه مقدار ازش بگذره کامل مشخص میشه که این روش به صرفه هست یا نه. ولی الان شما اگر دوست داشته باشید میتونید این روش رو تستش کنید. من خودم نزدیک 10 ساعت گذاشتم، همونجور که دیدید دقیقاً برای من پرداخت کرد و روشیه که کاملا جواب میده. همونجور که ببینید 448 نانو برای من پرداخت کرده. خب دوستان اینم از آموزش امروز، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations.